به نام ایران زمین و با درود. در اتاق فکر و کارگروه اندیشه جنبش نوزایی یا رنسانس ایرانی هستیم. قرار بر این شد که امشب درباره اینکه در شهریاری ایران دین چه جایگاهی رو داره سخنی پیشگاه دوستان فریقه خودم داشته باشم. از اینجایی که برای پی بردن به جایگاه دین در شهریاری ایران نیاز هستش که واژه دین و کاربردش رو بدونیم، پیش از هر چیز بهتر می‌بینم که نخست خود واژه دین رو که قبلا البته درباره‌اش صحبت شده بود باز بکنم و بارها و بارها البته در نشست‌های جنبش رنسانس در این باره گفتگوهایی شده، اما شاید هم‌میهنانی این گفتارا رو نشیده باشن و نیاز هست که واژه دین و کاربردش رو بدونن تا با این جستار بهتر و بیشتر آشنا بشن. آخرین باری که در این باره صحبت شد 2 یا 3 ماه پیش بود، فرصتی دست داد تا در همین نشست از ستمی که به برخی از واژگان فارسی رفته و اونها رو به سرقت بردن و معانی اونها رو هم دگرگون کردن و از اونها بهره برداری های سویی هم شده صحبت بکنم. یکی از این واژه های بسیار مهم و کاربردی واژه دین هست. استاد بزرگوارم دکتر علی اکبر جعفری که نامشون و کارهای بسیار ارزشمند ایشون در زبان شناسی و کوشش‌های ارزنده‌ای که در برگردان گاتها و کتاب و مقالات بسیار زیبای ایشون درباره زرتشت بزرگ و فلسفه و فرهنگ ایران شهری هر ایرانی میهن پرستی باهاش آشنا هست، در کتاب پیام زرتشت در برگه 30ش به واژه دین اشاره کردند و به این واژه پرداختند و بسیار پر محتوا و مفصل نوشتند. در کتاب پیام زرتشت ایشون واژه دین رو که در طی دوران پس از اسلام از واژه پرمغز و مفهوم دعنا گرفته شد به خوبی اشاره کردند. در این کتاب دعنا رو به معنای وجدان بیدار و آگاه ترجمه کردن که برخلاف کاربرد امروزیش بار یک ایدئولوژی رو به همراه خودش نداره. پس وقتی که از همراهی دین در شهریاری ایرانی ما اینجا سخن به میون میاریم، باید مغزها و چشمامون رو بشوریم و با یه دید دیگه‌ای که از قبل داشتیم به این مسئله نگاه بکنیم، یعنی با اون دیدی که از دین اسلام و دستورات الهی و قوانین شرعی که برامون متجسم میشه به اون نگاه نکنیم. چرا که فلسفه آفرینش، از فلسفه آفرینش بگیریم تا جایگاه انسان، حدود اختیارات و گزینشهاش، آزادیها و برابریهاش، جشنها و رسومات و آدابها، از بایدها و نبایدها و حتی نگاه کردن انسان به خودش و پیرامون خودش، اندیشه های ایرانی زرتشتی با تمام ادیان ابراهیمی و باورهای سامی تا 180 درجه تفاوت دارند و خیلی از ارزش هایی که در ادیان ابراهیمی به اونها تاکید میشه و برای انجامش از دستورات الهی استفاده میکنن در فرهنگ و اندیشه ایرانی زرتشتی نه تنها به عنوان یک ضد ارزش هستش، بلکه به عنوان بی اخلاقی، اهریمن صفتی و کردارهای ناشایست ازش یاد میشه. به هر روی لازم بود تا این توضیح کوتاه و مختصر رو از واژه دین داشته باشم تا بتونیم جایگاه دین رو در شهریاری ایرانی از یه زاویه ویژه و با اندیشه تازه و نو نگاه بکنیم. اگه بخوایم از دریچه یک حکومت و شهریاری به جستار همراهی دین و شهریاری نگاه بکنیم، باید عرض بکنم که بر پایه کتاب اندیشه سیاسی ایران شهری که نوشته استاد ارجمندم شاهید نژاد هستش، میتونم به جرأت بنیانگذار گیتی آرایی و کشورداری ایران شهری یا اندیشه سیاسی ایران شهر رو اردشیر پاپکان بنامم. چرا که در کتاب ارزشمند عهد اردشیر که پژوهشگر و شرق شناس
لبنانی احسان عباس اون رو استخراج کرده، به خوبی میبینیم که اردشیر پاپکان یک نابغه بی همتا در بازسازی و یک پارچگی و آبادانی کشور بوده و باز هم این کتاب شاهدیم که چگونه با اتخاذ تدابیر و نوآوری های شگفت‌آور در زمان خودش در اون 15 سال حکومتش بر ایران تونست از ایران اشکانی که کشوری پارچه پارچه و ملوک و طوایفی با فراوانی پادشاهان کوچک و بزرگ و پراکندگی انبوه اندیشه‌ای و آرمانی که در ایرانیان اون دوران وجود داشت، یک کشور مقتدر، متمرکز، یک پارچه، هماهنگ، قدرتمند، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، چه نظامی و فرهنگی، از هر حیثی که نگاه بکنیم به وجود بیاره. اردشیر پاپکان باهوش و دانش سرشاری که از علوم اجتماعی و سیاسی داشت به این مسئله دست پیدا کرده بود که یکی از مؤثرترین عواملی که به عنوان ابزار میتونه از اون برای یگانه کردن این گروه گسسته از همه مردم، برای انسجام و همراه کردن و یک پارچه کردن مردمش و به وجود آوردن یک ملت سود ببره، یکی کردن آرمان اونهاست. چرا که انسانها از راه مشترکات اندیشه‌ای هستش که به هم احساس نزدیکی پیدا میکنن، احساس امنیت و آرامش میکنن. این اندیشه اردشیر در جای جای اندرزنامهش به خوبی دیده میشه، به خصوص در کتاب قرر و سیر صفحه 484، عین الآداب و سیاست صفحه 147 و در خود همین کتاب عهد اردشیر در صفحه 114 اندرز 23 نوشته که از روی همون برای شما این مطلب رو خواهم خوند. اندرز 23: بدانید من و شما مانند یک تنیم که چون آسایش یا آزاری به یک اندام آن رسید به دیگر اندام ها سرایت کند و به همه جا رسد. در شما گروهی مانند سرند که پیوستگی ها را نگه می دارند، گروهی مانند دست هایند که گزند ها را دور کنند و سود ها را فراهم آرند، گروهی مانند دلند که بیندیشند و چارگری کنند، گروهی چون اندام های فرودینند که تن را در رسیدن به برخی نیازمندی هایش یاری می دهند. باید به حکم این روال در دلهایتان همدستی و نیکخواهی پدید آید و کشتن کینه ها. اردشیر به واسطه اینکه نیاکانش از خانواده موبدان بودند و سرپرستی آتشکده ناهید رو در استخر فارس عهده‌دار بودند، کاملا با آیین زرتشتی و آموزه های زرتشت بزرگ که به راستی فلسفه درست زندگی کردن و شادزیستی رو در خودش داره آشنا بود و با همین ویژگی های پیش رونده یک زرتشتی که بود که بزرگ شده بود و اندیشه و روانش شکل گرفته بود و بسیاری از تفاوت های کرداری زرتشتیان نیکسرش و درست کردار رو که اشعار و در سلوحه امور خودشون داشتن با سایر ادیان و مذاهبی که در اون دوران به دست سردمداران روحانی به جهت بهره برداری های شخصی و به استثمار کشیدن مردم دردمند افتاده بود و همینها باعث گسستگی و بیچارگی کشور و مردم شده بودن رو به خوبی آگاه بود. هر کسی که در تاریخ باریک بشه و در رفتار و دستورات اردشیر که به برخی از اونها هم در اندرزنامه‌اش اومده نگاهی بندازه، میبینه که نگاه اردشیر به دین و کسانی که به نام دین در جامعه بلند میشن و از راه دلسوزی به دین میخوان رهبری دین رو برای خودشون فراهم بکنن چی بوده و همینطور میبینن که هواخواهی اردشیر از داشتن یک اندیشه و جهاندینی مشترک که امروز از اون به عنوان دین نام برده میشه، به عنوان یک سامانه اندیشه‌ای و فکری و
برای به وجود آوردن یک ملت با آرمانی واحد بوده که از سقوط کشور و به وجود اومدن رهبری ها و سرداری های دینی که آشکارا و پنهان بودند و به صورت مختلف و گوناگون بوده جلوگیری بکنه. همین گونه که در اندرزنامه اردشیر صفحه 93 ش هم باز صفحه 93 اندرز 29، البته این اندرز 29 بسیار طولانی هستش، فقط یک بخش کوتاهیش رو من میخونم که مربوط به همین جستار خودمون هستش. در اندرز 29 عهد اردشیر اومده دسته دیگری هست که به ظاهر فروتنی نمایند و در دل تکبر دارند. برخی از ایشان با ظاهری دلسوزانه به شاه اندرز دهند و این ساده ترین راه آسیب رساندن به شهریاری است. این مردمان و گروه بسیاری که پیرو ایشانند خود را نگاه دارنده دین وانمود می کنند. اگر شاه بخواهد بر سر ایشان بکوبد، بزه آشکاری از ایشان سراغ ندارد تا به نام آن بزه ایشان را گرفتار سازد. اگر ایشان را گرامی دارد، این همان پایگاهی است که خود به خیشتن بخشیدند. اگر ایشان را به خاموشی وادارد، چنان وانمایند که پادشاه هواخواهی ایشان را از دین خوش ندارد. اگر فرمان دهد هر چه بخواهند بگویند، چیزهایی خواهند گفت که نیکی بار نیارد و تباهی بار آورد. اینان دشمن حکومت و آفت شهریاری و ملتند. اردشیر زرتشتی بودن رو یک آیین اجتماعی و کاملا همراه با خوی و خصلت و ویژگی های ایرانیان میدونسته که میشه از اون به عنوان یک تکیهگاه استوار برای شهریاری و کشور و مردم از اون بهره بگیره. این تصمیم و خرد بی‌نظیر اردشیر در زمانی بوده که برای اداره کردن و منسجم کردن مردم بر پایه یک علوم و شیوه اجتماعی و سیاسی هنوز در دنیا حزب‌هایی مثل امروزه که جدا از ادیان و مذاهب و رهبران روحانی بودن وجود نداشته و فرهنگ زرتشتی ایرانی تنها آینی بوده که روشنترین راه زندگی اجتماعی رو در اون دوران در خودش به همراه داشته و همونطوری هم که در بخش نخست سخنانم از تفاوت آیین زرتشتی با سایر ادیان و مذاهب عرض کردم، این آیین زرتشتی بوده که به بهبود و پیشروندگی کار این جهانی و تمامی موجودات زنده گیتی بیش از یک جهان دیگری که بسیار تخیلی هستش و نه کسی از اون اومده و نه خبری از اون آورده شده نگاه میکرده و جنبه های مثبت عملی اون به فراوانی به چشم میخوره. پس چنین آینی آرمان بسیار شایسته تری نسبت به ایدئولوژی ها و آیین ها و یا ادیان و مذاهب دیگری بوده و هست. اسناد و متون تاریخی بسیاری شاهد به کوشش های عاشقانه اردشیر پاپکان برای یک دست کردن، هم دست کردن، یک دل کردن گروه های بسیار پراکنده ایرانیان و یک پارچه کردن ایران شهر و تشکیل یک حکومت متمرکز و مقتدر همانند امپراتوری هخامنشیان در دوران داریوش و کوروش بزرگ در دست هستش و به چشم میخوره که یکی از این اسناد معتبر در کتاب کارنامه ابن قتیبه دینوری یا همان عبدالله ابن مسلمه که در کارنامه ایرانیان اومده. هنگامی که شهریاری اردشیر استوار میشه و بر تخت شهریاری میشینه، شایستگان کشور رو فراخوانی میکنه و همگی رو به فرمان برداری و همراهی یکدیگه اندرز میده و از سرکشی و نافرمانی برحذر میکنه. در این جمع شایستگان بزرگی در پاسخ اردشیر سخنی میگه که در کتاب عهد اردشیر وجود داره و من اون رو برای شما دوستان
خواهم خواند. در صفحه 5 کتاب عهد اردشیر پاسخ این بزرگ رو نوشته: شهریارا، فروغت چون خورشید در همه جا تابیده و به همه ما رسیده و مهربانیت مهراسا به همگان پاکیزگی بخشیده است. تو ما را پس از آن که پراکنده بودیم همدست ساختی و سخنان من یکی کردی و دلهای من را که از کینه یک دیگر لبریز بود به هم پیوستی و آتشهایی که در میانه ما سخت زبانه می کشید خاموش ساختی. از این رو نیکیهایت را نتمان برشمردن و ویژگیهایت را باز گفتن. باز هم در اندرزنامه اردشیر در صفحه 75 اون در بند اندرزنامه 11 شاهد اندیشه های زرتشتی و این یک پارچگی که حالا در نوشتار قبلی هم خوندم مشخصه. در اندرزنامه 11 نوشته: بدانید پیکارتان با ملت‌های دشمن پیش از آن که با خویهای زشتی که در مردم خودتان است پیکار کنید، نه از نیکو رهبری بلکه زیانکاری است. چگونه میتوان با دلهای ناهمداستان و دستهایی که دشمن یک دیگرند به پیکار دشمنان شتافت؟ همین اندرز و اون گفتاری که از اون بزرگ رو من اینجا عرض کردم خدمت شما که از روی اسناد کتاب‌های تاریخیه، گمان می‌کنم مشخص شده باشه که اردشیر از دین چی می‌خواسته و دیدگاهش نسبت به دین چی بوده. اردشیر پاپکان در اندرزنامه خودش که البته اگه اون رو یک قانون اساسی به نامیم به گمانم اشتباه هم نکرده باشیم، دشواری‌های بزرگی رو که در کشورداری و گیتی آرایی صد راهبردی هستند رو بهش اشاره میکنه. نخستین چیزی که به اون اشاره میکنه رابطه شهریار با اطرافیانش هست و دومین موردی رو که به اون اشاره میکنه همراهی میان شهریاری و دین هستش و از اونها به عنوان ارجمندترین نام میبره. در همین عهد اردشیر در اندرزنامه‌اش بند 2 صفحه 35ش باز گفته که پادشاهی و دین دو برادر همزاد هستند که همگام و مددکار یکدیگه هستند. اردشیر همزمان در درازای 15 سال حکومتش که البته 12 سال اون رو در جنگ با پادشاهان کوچک و بزرگ سراسر ایران و فرمان روایان ارمنستان بر روم میگذروند، تونست کارهای درونی و سیاستگذاری‌های داخلی و پیشبرنده‌ای آغاز بکنه و نخستین گام این کار احیا کردن آیین زرتشتی بود که در دوران ملوک و طوایفی اشکانیان از بین رفته بود، که البته این زنده کردن دین زرتشتی رو خب قبلش اشاره کردم که دلایلش چی بود هست. در این راهی که اردشیر آغاز کرد دستور داد تا هر کجا بت‌هایی بودن بشکنند، هر کجا سنگ نوشته و نگاره‌ای رو بنا بکنند، در سراسر کشور آتشکده ها رو برپا بکنند. دستور داد آتشکده هایی که در زمان ملوک طوایفی اشکانیان خاموش شده بود رو از نو دوباره روشن بکنن. اردشیر فرمان داد تا آموزه های زرتشت رو در یک کتاب گردآوری بکنن تا کارهای آیینی همگان بتونن یک کتاب مرجع داشته باشن و از اون سود ببرن، تا دینداران و سران دینی به وجود نیاد و نتونن از این چندگانگی سوء استفاده بکنن و همبستگی مردم رو خدشه‌دار نکنن. دستور داد تا تمام مغان سراسر شاهنشاهی در انجمنی که بنیان گذاشته بود گرد هم بیان و از میان هزاران هزار موبدی که
گرد اومده بودن 7 تن رو انتخاب میکنه و این 7 تن رو مکلف میکنه تا هرچه برای آموزش زرتشتی همگان نیاز هستش رو فراهم بکنن، که البته در اون زمان زبان اوستا از زبانهای دیرینه بود و برخی از اونها فهمیده نمیشد. از این رو دستور میده که خطی رو هم برای اون ابداع بکنن تا بتونن اون رو تفسیر بکنن و در اختیار همگان قرار بده. باز هم اردشیر دستور میده تا همین گرماگرم این کارهایی که انجام میدن کتابهای پزشکی و ستاره شناسی هم تفسیر بشه و روی دانش اندوزی هم در کنار کارهای آیینی بسیار تاکید میکرد. توی پرانتز یک مطلبی رو هم افزون بکنم که در دوران اردشیر پاپکان افتخار موبدی شامل همه کسی نمیشد، جدای از اینکه قوانین سنتی وجود داشت برای موبد شدن، حتما باید این موبدان دانش‌های بسیار سرشاری از ریاضیات، هندسه، ستاره شناسی، پزشکی، علوم طبیعی و اجتماعی و سیاسی داشته باشند و یک دانشمند توانا باشند. همینطوری که از روی اندرزنامه برای شما گفتم در بند دوش که اردشیر پاپکان دین رو برادر شهریاری میدونه، اردشیر با اون ژرف‌اندیشی که داشته در بند 4 همین اندرزنامه‌ش هم شاهد هستیم که یک افزوده‌ای داره بر این گفتارش و میافزایه که دین و دریچه میبینه که از اون راه میشه بر ضد حکومت و شهریاری و کشور و ملت استفاده بکنه. در بند 4 اومده که یعنی پس از این که اعلام بکنه دین و شهریاری دو برادر همزاد هستن، میگن که در پیشاپیش چیزهایی که از اونها در کارتان بیم دارم آن است که فرومایگان به کار دین درآیند و سرداری های نهانی پدید آورند. یعنی بسیار مشوش هم بوده که نکنه کسایی که به کار دین میپردازند اینها ناشایست باشند و یا بخوان از این مسائل استفاده سوی ببرند. به خاطر همین اردشیر برای درمان بودن کشوری که متمرکز و یک پارچه کرده بود و ملتی رو که همدل و همراه و همبسته کرده بود و همینطور جنبشی رو که در همراهی دین و دولت به وجود آورده بود، برای اینکه از گزند دین سالاری و به وجود اومدن سران دینی که بیگمان، بی اخلاقی، بیکاری و قدرتمند کردن دشمنان بیرون رو به همراه داشت در امان نگه بداره، موبدان و سررشتداران دینی که در پیشتر گفتم هر کدومشون چه تخصصی داشتن و هر کدومشون متخصص بودن، در بخشهای گوناگون فرمان روایی خودش مشارکت بده و مسئولیتهای بزرگ و کوچک به اونها بده. در گوشه و کنار کشور پهناور دوران ساسانی برای روانتر شدن کارها، رسیدن گزارش‌های به موقع و سالم و برطرف کردن دشواری‌هایی که در حکومت پیشین اشکانی هنوز خودشو نشون میداد از اونها استفاده بکنه و بر اونها هم نظارت و کنترل داشته باشه. حتی در جایی من خوندم که برخی از موبدان که آموزه‌های نظامی رو هم یاد گرفته بودند و آگاهی داشتند، برای اونها رو مأمور کرده بود در پادگان‌ها که سربازان شجاع و فداکار و نیرومند و میهن پرست رو شناسایی بکنن و از اونها سود ببرن. در پایان این گفتارم با نخستین سخن اردشیر پاپکان که در اندرزنامه‌اش نوشته شده به پایان میرسونم. اردشیر پاپکان میگن که
از اردشیر شاه شاهان به شهریارانی که پس از او شاه ایرانند درود و تندرستی باد. از من تمام، پاینده ایران.